سلام دوستای گل و نازنین، امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشین. امروز تو این ویدیو آموزش شیرینی خرمایی داریم، امیدوارم که مورد پسند شما خوبان هم قرار بگیره. و عزیزانی که تازه به این چینل پیوستن، تا یادتون نرفته چینل را لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من با خبر بشین. خب میریم که با هم آموزش را داشته باشیم. کره 420 گرم، پودر قند 220 گرم، روغن 120 گرم، شیر خشک 120 گرم، تخم مرغ 2 عدد، وانیل 1/4، بیکینگ پودرم 1/2 و آرد دقیقا 1 کیلو باشه. برای داخل شیرینی نیم کیلو خرمای له شده، نصف فنجانم پودر دارچین، 4 قاشق غذاخوریم کره یا روغن مایه. ما میایم اول کره را همراه پودر قند خوب میکس میکنیم. کره و پودر شکر را انقدر میکس میکنیم که حالت کرمی رنگ به خودش بگیره. و اگه تو حین هم زدن کره به اطراف ظرفتون چسبید، با لیسک جمع کنید و دوباره با همزن برقی بزنید. خب تو این مرحله روغن مایه را اضافه میکنیم و یک پیمان شیر که داشتیم هم اضافه میکنیم و دوباره با همزن برقی میزنیم تا کامل با هم میکس بشن. دوستان برای درست کردن شیرینی ها حتما اندازه ها رو دقیق بزنید، چون اگه کم یا زیاد بشه ممکنه خمیر سفت یا شل بشه. خب توی مرحله 2 عدد تخم مرغی که داشتیم و بهش اضافه میکنیم. دوستان دقت کنید، تخم مرغ باید درشت باشه. اگه تخم مرغ ریز بود 3 تا تخم مرغ استفاده کنید که موادتون اندازه هاش دقیق باشه. وقتی همه مواد رو با کره میکس کردین و به اندازه دلخواه حجم گرفت، میایم آرد و بیکینگ پودر رو با هم توی ظرف جداگانه علک میکنیم و برای بار آخر هم داخل کره علک میکنیم که خمیرمون بسیار نرم و لطیف بشه. و یه نکته دیگه، اگر که دیدین خمیرتون سفت شد، میتونید دوباره بهش تخم مرغ اضافه کنید و مقداری روغن مایه که اندازه لطافت خمیر باید طوری باشه که بتونی به راحتی شکل بدی بهش و زیاد خشک نباشه. من یک بار آرد و علک کردم، ولی یک بار دیگه هم اینجا علک میکنم که شما هم ببینید. بیکینگ پودر هم بهش اضافه کردم.
و وقتی آرد رو علک کردیم به آرامی با لیسک کره رو با آرد میکس کنیم. دوستان همونجور که تصویرم میبینید خمیر که من آماده کردم کمی سفت شده. من داخل ظرف انتقال میدم و دوباره بهش تخم مرغ اضافه میکنم و خمیره که باید به اندازه دلخواه نرم باشه رو به دست آوردم. باز توی تصویر بهتون نشون میدم. خب این مواد به این اندازه باید برسه، خیلی به راحتی نرم و لطیف باشه که بتونیم چونه های ریز بگیریم. بعد مواد داخلی شیرینی را آماده می‌کنیم، خرما، کره و مقداری دارچین. خوب با هم ورز می‌دیم که دارچین و کره به خورد خرما بره. دوستان اگر شما دوست نداشتین دارچین بهش اضافه کنید، میتونید گردو بهش اضافه کنید و با خرما میکس کنید، خیلی هم خوشمزه میشه. خب مواد میانی هم آماده شد و به اندازه های بسیار ریزی چونه میگیری. بعد من از این قالب استفاده میکنم. طبق تصویر خمیر رو آماده میکنیم. و بعد خرمایی که آماده کردیم و داخل خمیر سفید قرار داده و دوباره خمیر رو میبندیم. و الان داخل قالب قرار داده و با دست بهش پر میدیم. بعد از داخل قالب خارج میکنیم. بله این شکلیه که من این شیرینی درست کردم و شما میتونید از هر نوع قالبی که دارید استفاده کنید. خب من شیرینی ها رو به این حالت شکل دادم. مافر رو از قبل 10 دقیقه گرم میکنیم و با دمای 200 درجه به مدت 20 دقیقه میذاریم تا این شیرینی ها پخته بشه. هر وقت دیدین روی شیرینی ها طلایی رنگ شده میتونید شیرینی ها رو از داخل فر بیارید بیرون.
خب دوستای گلم، شیرینی خرمایی آماده شد. امیدوارم که مورد پسند شما هم قرار گرفته باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید و شیر کنید تا من بتونم ویدیوهای بهتر و بیشتری رو براتون آماده کنم. تشکر از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید.